بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بار الخلاق اجمعین و سلات و سلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین حبیبنا و حبیب اله العالمین ابل المصطفى محمد الله صلی الله علیه و آله طیبین تاهرین المعصومین و لعن و دائم علا هم اجمعین یکی از عواملی رو که عرض کردیم در روایات ما مور برشمرده شده به عنوان عامل برکت در زندگی بحث صداقت بود که از عوامل بسیار مهمی هستش که دیشب یه مقداری در با او خدمت شما عرض کردیم مهمترین قسم صداقت که در قرآن بهش اشاره شده و من تقاضا میکنم خیلی عنایت بفرمایید بهش صرفا صداقت در زبان نیست صداقت در عمل نیست اون که دیشب میگفتیم صداقت در نیت نیست در این حال که اونا بسیار مهمه سه قسمی که دیشب گفتیم که آدم نیتش صادق باشه در باطن سوء نیت نداشته باشه و پاک باشه در گفتارش صادق باشه و در عملش صداقت داشته باشه قسم چهارم صداقت که از همه مهمتره صداقت در عهد صداقت در عهد من المؤمنین رجال صدق ما آهد الله علیه فمن هم من قضا احوه و من هم من ینتظر مؤمنینی که بر عهدشون با خدا بر عهدشون با اولیاء خدا ثابت قدم موندن پیمانی رو که بسته بودن زیرش نزدن به قدری ما روایت داریم در این زمینه که مرحوم شیخ هر راملی صاحب کتاب وسایل و شیعه که حدیث شناس ای بوده ایشون میفرماید یزید و علا الف حدیث بیش از هزار حدیث ما تو این زمینه داریم که در روایات با این تعداد زیاد هست که خداوند متعال عهدی رو بر بندگانش ارزه کرد از عالم قبل از دنیا عالم میساق عالم زر عهدی رو عرضه کرد عهد ولایت که بعضی اون عهد و بستن بعضی نه اجباری هم در کار نبوده من حالا واقعش جزئیات رو اصلا نمیخوام وارد اون بحث بشم چون یه بحث بسیار پردامنه ای هست که فرصت الان فرصت مناسبی نیست برای مطرح کردنش فقط دارم اجمالا میگم که این عهد از عالم قبل از دنیا بوده واسه همین هم هست که شما تو دعای عهد ببینید تو دعای عهد امام صادق علیه السلام که فرموده اگر کسی چهل صبح بخونه از یاران مهدی ما خواهد بود و اگر قبل از ظهور از دنیا بره او رو برش میگردونن تو این دعای عهد شما صبح صبح با امام زمان عهد نمیبندید ببینید اللهم انی اجدد له فی سبت تجدید عهد میکنم نه عهد میبندم شما دیگه این کلمه عربی شو دیگه متوجه میشید اللهم انی خدای من اجددو تجدید میکنم تکرار میکنم یادم نره اهد و جای دیگه بستم اجدد له فی سبیحت یومی هازا و ما اشتمن ایامی اهدن و اقدن و بیعتن من امروز صبح و تا هر وقتی زنده هستم تجدید عهد میکنم بنابراین عهد جای دیگه بسته شده من همیشه این سوال تو ذهنم بود البته اینو تو پرانتز دارم میگم همیشه این سوال تو ذهنم بود که این که امام صادق میفرماید که اگر کسی چهل صبح این دعای عهدو بخونه از یاران مهدی ما خواهد بود نعوذ بالله امام صادق که خلاف که نمیگه که از یاران مهدی ما خواهد بود و اگر قبل از ظهور از دنیا بره او رو برش میگردونن این خیلی مقام عجیب و غریبیه چطور میشه چهل تا صبح دعای عهد خوندن که کار ساده ایه. اون پاداش به اون عجیب و غریبی رو داشته باشه که از یاران امام زمان باشه و او رو برش گردونن چل تا صبح, صبح دعای عهد خوندن شما دعای عهد رو دیدید دو صفحه بیشتر نیست پنج دقیقه بیشتر طول نمیکشه کاری نداره که این پاداش به این بزرگی برای این عملی که به ظاهر کوچیکه اینو انشالله تو خلال همین بحث امروز خدمت شما امشب خدمت شما خواهم گفت که به شرط اینکه کسی دعای عهد رو بخونه و این چل صبح پای عهدش وایسه فقط قرائت دعا نباشه حقیقت دعا متحقق به حقیقت دعا باشه یعنی پای عهدش وایسه که حالا خواهم گفت اون عهدی که ما بستیم چی بوده اون وقت قطعا اگر کسی چهل روز پای عهدش با اهل بیت علیهم السلام بیسته از یاران امام زمانه شک نیست اصلا جای شک نیست امام صادق فرموده که حرف ما نیستش این عهد عرض کردم از عالم میثاق عالم عهد عالم زر شروع شده روایات بسیار زیاده مرحوم مجلسی رزوان خود بر ایشون جلد پنجم بهار الانوار اگه خواستید اونجا تقریبا هفتاد تا اونجا فقط نقل کرده از روایات رو گفت در ازل بست خدا رحمت کنه حافظ چقدر قشنگ میگه در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند تا ابد سر نکشد و سر پیمان نرود این عهد ما عهد ازلی است از قبل بوده در ازل بس دلم با سر زلفت پیوند تا ابد سر نکشد و سر پیمان نرود مرحوم علامه طباطبایی تو جلد هشت المیزان این بحث عهد و روایاتش آورده این عهد رو اگر میخواید ببینید چیه تو مفاتی زیارت سرداب مقدس رو به مرتبه بخونید اونجا اون عهد رو تفسیر کردن زیارت اونایی که مشرف شدید سامر را میدونید سامر را یه سرداب داره که زیر زمینه پله میخوره بیره پایین خب اینجا محل بسیار با معنویتی محل زندگی سه تا امام بوده اینجا امام اسکری امام هادی و امام هادی امام اسکری و امام زمان قبل از غیبت اینجا زندگی میکرد اینجا خونهشون بوده و یه زیرزمینی همون سرداب که پله میخوره اون وقت اونجا یه زیارتنامه داره اونایی که داخل سرداب این زیارتنامه رو بخونن که به حالشون اونایی هم که نه از دور میتونن بخونن تو مفاتی اومده زیارت سرداب و مقدس اونجا این عهد رو تفسیر کرده که ما با اهل بیت بسته بودیم اینا مرز بکنم هر کسی که اونجا اون عهد و بسته اینجا شیعه به دنیا میاد شیعه به دنیا اومدن محصولی یک کاریه که اونجا یا عهدی که اونجا بسته شده تو این زیارت سرداب و مقدس اون عهد رو اینجوری تفسیر کرده و هوه عهدی علیک و میثاقی لدیک و ابذل و نفسی و مالی و اهلی و ولدی و جمیع ما خولنی ربی بین یدیک یا صاحب الزمان یا امام حسین یا امیرالمؤمنین یا امام صادق یا اهل بیت اون عهدی که ما با شما داشتیم این بود که خودم جانم مالم فرزندم و هر چیزی که خدا به هم داده و جمیع اما خولدی ربی هر چیزی که خدا به من عنایت کرده سرمایه ها و امکاناتی که خدا به من داده عقلم استعدادم هوشم مهارتی که دارم آبروم اینا چیزایی که خدا به آدم داده دیگه توان بدنیم اون امکاناتی که دارم همه رو در خدمت شما اهل بیت قرار بدم اون عهد ما این بود خوش اون کسی که بر این عهدش با اهل بیت باقیه سرمایه هام رو خرج شیطان نکنم خرج شما بکنم خر... سرمایه ها میتونه خرج شیطان بشه با سرمایه هامون رو بالاخره باید چه خرج بکنیم چشم یه سرمایه است باید چه خرج بشه اما این چشم میتونه خرج شیطان باشه میتونه خرج امام زمان بشه زبان میتونه خرج شیطان بشه خرج امام زمان بشه گوش همینجور قدرت بدنی همینجور زیبایی همینجور آبرو همینجور پول همینجور سرمایه ها رو بالاخره شما باید چه خرج کنی سرمایه ها رو که نمیتونه آکپند دادم نگه داره شما چشم تو که نمیتونی همجور ببندی باید استفاده کنی ازش برادر بزرگوار خواهر بزرگوار اگر کسی سرمایه هایی که خدا بهش داده رو خرج امام زمان خرج اهل بیت کرد طبق عهدش خوشا به حالش اگر نه یقین داشته باشه که خرج شیطان میشه سومی دیگه نداره یا سرمایه ها خرج خدا و اولیاء خدا میشه یا اگر خرج خدا و اولیاء خدا نشد در اون مسیری که اونا راضیان به کار گرفته نشد یقینا مسیر شیطانه یقینا خرج شیطان میشه سومی دیگه نداره این رو شما تو قرآن همتون خوندید ببینید تو قرآن تو آیت الکرسی فقط دو تا جبه معرفی شده دو تا پرچم تو این عالم بلنده یا باید زیر این پرچم باشی یا اگه نه اون پرچم الله ولی الذین لذین آمنو یخرجهم من از الی النور این یه پرچم که خدا سرپرستی و ولایت یک ای رو به عهده داره البته همه من و شما میدونیم خدا که خودش مستقیم نمیاد پایین سرپرستی رو به عهده بگیره توسط انبیا و اولیا اعمال ولایت میکنه واسه همین هم امام صادق فرمود ولایتنا ولایت الله ولایت ما هم ولایت خداست دو تا دستگاه نیست دستگاه اهل بیت و دستگاه خدا یه دستگاهه دستگاه اهل دستگاه بیت همون دستگاه خداست یا باید زیر این پرچم باشی این آیه قرآنه و لذین کفرو اونایی که پشت کردن و کفر ورزیدن به خدا و اولیا خدا فکر نکنن آزادن زیر پرچمی نیستن ما انسان آزاد تو این عالم نداریم انسانی که تحت ولایتی نباشه تو این عالم نداریم اگر کسی زیر پرچم امیر زیر پرچم امام زمان نبود و لذین کفرو اولیا احمد تاقوت باید بره زیر پرچم تاغوت تغیانگر شیطان باید بره زیر بلی تو سومی دیگه نداره این آیت الکرسی دیگه غیر نیست اصلا دو دو تا چهار است. مگر بین حق و باطل یه راه سومی هم هست بین حق و باطل که دیگه سومی نداره که به تعبیر قرآن فمازا بعد الحق الا الزلال دیگه بعد از حق چیزی جز گمراهی نیست یا این ور یا اون ور دیگه این سرمایه ها اگه این چشم رو من دارم این چیزی که میبینم این صحنه ای که میبینم این فیلمی که میبینم هر چی که میبینم اگر طبق رضایت امام زمان دارم میبینم این خرج امام زمان شد این رشد بر آدم داره حضرت راضی اگر نه قطعا خرج شیطان است چیزی که حضرت راضی نیست رضایت حضرت نیست یعنی به حرام داره آدم نگاه میکنه خرج شیطان زبان همینجور گوش همینجور آبرو همینجور زیبایی همینجور قدرت همینجور پول همینجور یا آقایی بود از اساتید بود نشسته بود با یکی دیگه از رفقاش چشمش افتاد به انگشترش گفت فلانی انگشتر تو به اون میدی یادگاری گفت بابا من کلی گشتم این انگشتر رو پیدا کردم نه گفت بده من تو دعا و زیارت ها و این مرام بر هر که این انگشتر رو چشمم افتاد دعات میکنم گفت نه هر جا دیدی تو دستت نیست منو دعا کن یاد من بیفت هر کاری کردم به هم نداد رفت برای تجدید وضو رفت دستشویی این رفیق ما رفت یه دو چند دقیقه دیگه اومد دیرم داره میخنده گفتم بر چی میخندی؟ گفت انگشتری که در راه خدا ندادم چای توالت از من گرفت انگشتری که در راه خدا ندادم چای توالت از من گرفت همینجوره سرمایه که خرج خدا نشه قطعا خرج شیطان میشه راه سومی دیگه نیست عبدالله ابن عمر فرزند همون خلیفه دوم یا آدمی بود به ظاهر خیلی مقدس به ظاهر خیلی مقدس و احتیاط کار در زمان حکومت امیر با حسن امیر نیومد بیعت بکنه گوه الان زمان آشوب معلوم نیست که درست میگه که غلط میگه ما که بیعت نیم. احتیاط کرد مثلا بعد از شهادت امیر با امام حسن هم نیومد بیعت کنه بعد از وجود مقدس امام حسن به سید و هم نیومد کمکی بده گذشت تا زمان امام سجاد زمان امامت امام سجاد مصادف بود با خلافت یکی از پسترین خلفای عموی عبدالملک مروان این عبدالملک مروان که خیلی امام سجاد رو اذیت کرد این عبدالملک مروان یکی از کارگزارانش حجاج ابن یوسف شیعه کش معروف بود که حاکم کوفه بود یه مرتبه شب در خونه رو زدن خادمش رفتم در دید همون عبدالله ابن عمر اومده در خونه خادم گفت برای چی اومدی؟ گفت من با جناب حجاج کار دارم من باش کار دارم گفت این موقع شب چی کار داری؟ گفت من کار فوری باهاش دارم کارم هم ضروریه. این اومد به حجاج گفتش که فلانی اومده کارت داره چون شخصیت معروفی بود نمیشد ردش کرد حجاج گفت خوب بهش بگو بیاد تو وقتی رفت تو حجاج گفت چیکار داری داش میخوابید گفت چیکار داری موقع شب اومدی گفت جناب حجاج از رسول خدا شنیدم که من ما تولم یعرف امام زمانهی ما تمیتتن جاهلیه اگر کسی بی امام زمان بمیره به مرگ جاهلی مرده من میترسم امشب بیفتم بمیرم امام زمان نداشته باشم اومدم با شما بیعت بکنم اومدم با شما بیعت کنم حجاج همونجور که دراز کشیده بود پاشو دراز کرد گفت من حال این که با دستم بیعت بکنی ندارم با پام دست بده من قبولت دارم اینم با پای او بیعت کرد خاک بر سرت تو حقت همینه کسی که با دست مبارک امیرالمؤمنین بیعت نکنه باید زلیلانه با پای شیطان بیعت بکنه راه سومی نیست کسی که زیر چتر امیر و اولادش نره اینجوری زلیلانه باید به پای شیطان بیفته سرمایه ها رو اگر ما خرج اهل بیت کردیم اون وقت برکت میدن به ما بحث ما همین بود دیگه اگه طبق عهدمون عمل کردیم چشممون زبانمون پولمون هر چی که داریم همه سرمایه همون طبق همین چیزی که تو زیارت سرداب مقدس اومده تمام سرمایه ها رو طبق اون چیزی که اونها راضیان آدم به کار گرفت اون وقت برکت تو زندگی آدم میدن اون وقت رشد میدن آدم رو شما شهدای کربلا رو ببینید وقتی تو زیارت آشورا سلام بهشون میدید اول به امام حسین سلام میدید میگید السلام علیک و علال ارواح حلت به فنائک السلام علی یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت به فنائک حلول به فنا فنا این محوته وسیع جلوی خونه ها رو میگفتن مثل حیات که شطور و مثلا اسب و استر قدیم وقتی بار میخواست خالی بکنه میما جلوی این محوته وسیع در خونه ها اینجا بار خالی میکرد اینو بهش میگن فنا اما حیات دم منزل آستانه منزل بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت به فنایک بر اون ارواحی که حلول کردن در فناع شما یعنی در آستانه شما بار انداختن یعنی هر چی داشتن و نداشتن اونجا ریختن این شهدای کربلا هستن که همشون به عهدشون عمل کرد هر چی سرمایه داشتن رو خرج امام حسین کردن حلت بفنائك کسانی که اینجوری باشن و سرمایه هاشون رو طبق عهدشون خرج بکنن اینا رو رشدشون میدن <applause> یک کسی تو استان فارس نامه نوشت برای امام رضا اون موقع که امام رضا خراسان بود این تو کتاب وسایل شیعه این روایت اومده نامه نوشت برای امام رضا که آقا اگه میشه من رو از پرداخت خمس معاف بکنید خمس ندم امام رضا علیه السلام در جوابش نوشت که خمس اهل ما احل، خمس حق ما اهل بیته فلا تزوه و از ما دریغ نکنید ولا تهرمو و انفسکم دعا انا خودتون رو محروم از دعای ما نکنید خمس بدید ما دعاتون بکنیم بعد مقصودم اینجاست ببینید مقصودم اینجاست امام رضا نوشت فان فا اخراجه مفتاح رزقكم اگر خمستون رو بدید گشایش تو رزقتون پیدا میشه همون برکت گشایش فان فا اخراجه اخراج خمس مفتاح رزقكم گشایش تو رزقتونه و تمهیس و زنو بکن گناهانتون رو پاک بکنه و ما تمهدون لانفسکم یوم فاقتکم روز قیامت که محتاجی دستتون رو میگیره من مشهد یکی رفقام تاجر کاسبه تو پاساژ یکی دو تا دهنه مغازه داره بچه خیلی متدینی هم از چند سال قبل به من میگفتش که آقا من خیلی برکت نداره زندگیم زحمتمو میکشم اما کاسبیم خیلی برکت نداره بهش گفتم خمس تو که میدی اون که معلومه اونی که معلومه میدم بهش گفتم ببین من یه چیزی بهت میگم اینو انجام بده انشالله که خدا برکت تو کارت میگذره بیا یه درصدی از سودی که پیدا میکنی ولو کم ولو هزار تومن مقدارش مهم نیست اصل کارت قشنگه یه درصدی بیا امام حسین رو با شریک بکن با امام حسین شریک بشو اون وقت اولا موازه با شریکت امام حسینه از هر راهی درآمد در, در نیاری یا خیانت به شریکت نکنی شریکت امام حسینه سانیان اون پولی را هم که سهم امام حسین حق نداری دست بهش بزنی او رو خرج دستگاه امام حسین کن ولو هزار تومن یکی دو سال بعد رفتم دیدمش گفت هاجاقا زیر و رو شد زندگی بهش گفتم که ببین اهل بید نیاز به پول ما ندارن خودمون وصل به کر میشیم پاک میشیم رشد پیدا میکنیم اگر کسی گمان بکنه که اهل بیت نیازمنده به پول ما هستن هنوز مشرکه اگه کسی گمان بکنه اهل بیت نیاز به مثلا پول ما دارن هنوز اهل بیت رو نشتاخته معرفت به امام نداره اونا خزائن و آسمان و زمین دستشونه دست به خاک بزنن طلا میشه محتاج پول ما ابو هاشم جعفری شاگرد خوب امام حادی میگه سوار مرکب بودیم امام حادی جلو بود من پشت سرش از مدینه داشتیم میرفتیم بیرون من تو ذهنم اومد چقدر قرض و قوله دارم چقدر بدهی دارم تو ذهنم اومد اصلا به زبانم نیاوردم گفت تو ذهنم اومد که اگه امام هادی یه کمکی به ما بده چی میشه میگه همین که اومد تو ذهنم آقا که جلو رو مرکب نشسته بود خم شد با چوبی که تو دستش بود یه خط رو زمین کشید فرمود بردار میرم نگاه کردم دیدم یه شمش تلاس برداشتم گفتم خدا رو شکر چالشوله های زندگیمون که پر شد دیگه بدهی ها رو با این ما میدیم اگه آقا یه کمک دیگه به ما میکرد سرمایه میشد برای زندگی ما و کلی میتونه زندگیمون رو عوض بکن تا این اومد تو ذهنم باز حضرت خم شد با چوب یه خط رو زمین کشید فرمود بردار میگه نگاه کردم میدم می یه قطع نقره است این دو قطعه رو بردم فروختم تمام بدهی ها رو دادم و سرمایه شد زندگیم جور دیگری شد امام اینه خزائن آسمان و زمین دستشه دست به خاک بزنه طلا میشه احتیاج به پول ما داره اگه میگه خمس بدید همونجوری که امام رضا فرمود فرمود اگه این کار رو بکنید خودتون گشایش تو کارتون پیدا میشه خودتون رشد پیدا میکنید خودتون میرید بالا موجود پایین تر وقتی خودشو بسپره به موجود بالاتر رشد پیدا میکنه شما ببینید غذا رو وقتی میخورید غذا یه موجود پایینی از جماداته درسته وقتی میخورید یه مؤمن وقتی این غذا رو میخوره این غذا از سرات مؤمن تبدیل میشه به ذکر تبدیل میشه به نماز بیره ملکوت یعنی موجود پایینتر از سرات موجود بالاتر به رشد میرسه ما هم اگه خودمون رو به اهل به بسپاریم تسلیم بکنیم اونا سراتن وقت رشد میدن هم رشد مادی هم رشد معنوی هم رشد مادی هم رشد معنوی سرمایه ها رو به اونها سپردن تو روایات یه نکته قشنگی گفته شده خیلی قشنگه سیره اهل بیت هم همین بود که وقتی یه پولی به فقیر میدادن دست چونو میبوسیدن امام سجاد هر موقع پولی به فقیر میداد دست خودشو می میبوسید مکرر ما روایات داریم شما این کارو بکنید اگه یه سائلی بود اگر یه کسی بود که نیازمند بود واقعا چیزی بهش دادید دستتون رو ببوسید دلیلش رو امیر المومنین توی یه روایتی خیلی لطیف دلیلش رو گفته چیه ببینید از تعمیر علیه السلام فرموده دلیلش اینه که وقتی کسی میاد شما بهش یه سرمایه تو دستش میگذارید یه امکاناتی تو دستش میگذارید این در دست شما میگیره از گردنهای های العبور قیامت عبور میده اونجایی که محتاجید و خودمون فقیریم اون وقت به بر میگردونه یعنی در واقع این دست خداست که از این آستین اومده بیرون که بار تو برداره که بار تو برداره با سمینم اگر شما یه چیزی تو اون دست گذاشتی تقع یاد الله تو دست خدا داری میگذاری تقع و الله لذا این دست بوسیدنی میشه این دست بوسیدنی میشه خب من از شما یه سوال میکنم این چیزی که مکرر تو روایات اهل بیت اومده اگر شما به یک فقیری چار قرون پول بدی اون دست خداست اون وقت اگه سرمایه ها و امکانات تو به اهل بیت بدی چی؟ اون دست خدا نیست اگه چشمت رو در اختیار امیر قرار بدی که آقا هرچی که تو راضیه ای من میبینم در اختیار امام زمان قرار بدی اون وقت در آخرت که آدم محتاج کور نباشه بتونه ببینه اون وقت با آدم برمیگردونه اگه آبروت رو در اختیار اونا قرار بدی یه جایی که نیاز آبرو و گرو بگذاری به خاطر خدا ولو آبروت هم رفت برو یه جایی که احیانا اختلافی دعوایی چیزی بین مؤمنین هست میون جیگری بکن ولو اینکه ممکن دو تا فوشم هم بشنوی آبرو تو برای اهل بیت بگذار وقت روز قیامت و آخرت که محتاجی با آبرو حسین به رو هستیم بهمون میدن اونا بارمون رو میخوان بردارن اهل بیت بار رو برمیدارن عهد به عهد عمل کردن من یه چیزی رو خیلی تو دو سه تا مجلس گفتم یه مرتبه هم تو صدا و سیما اجازه میخوام تو این مجلس با شما این درس رو که برای خودم خیلی درس بود این مطلبی که میخوام بگم اگر رفقای شنیدن یه بار دیگه بشنون ضرر نمیکنن اونایی که نشنیدن بشنون من این چیزی که میخوام خدمتتون بگم از زبان یه عالم بزرگواری است مال مشهد ایشون خودش تو این قضیه بود خود این عالم میگفت یه آقای راننده کامیونی که اگه الان زنده باشه قاعدتا 80 90 سالشه اگه زنده باشه این عالم بزرگوار از اون راننده کامیون شنیده بود که میگه 50 سال پیش خودودن که من جوون بودم بار زدم از مشهد به مقصد یکی از شهرهای دور 100 کیلومتر تقریبا از جاده اومده بودم بیرون هوا فوق العاده سرد بود فقط برف نبود که می اومد زمستونای مشهد خیلی قبلا سردتر از الان بوده فقط برف نبود که میومد کولاک بود طوفان میزد برف تو جاده اومد. اصلا انگار این برف با کن افاقه نمی کرد من نمیتونستم جاده رو خوب ببینم طرف های عصر بود ماشین رو زدم کنار کامیون رو زدم کنار که یه مقداری هوا تر بشه و بتونم ادامه بدم اما ماشین رو خاموش نکردم روشن نگه داشتم که تو گرمای اتاقه که ماشین بتونم محفوظ باشم تردد ماشین تو جاده دیگه تقریبا قطع شده بود ماشینی رفت و آمد نمیکرد کرد موتور بد کار می کرد لرزش موتور زیاد بود یه دو سه دقیقه که گذشت یه تکون شدیدی خورد و پتوپتی کرد و از کار افتاد من اول نگران نشدم چون از جهت فنی خودم وارد بودم نگران نشدم رفتم کاپوتو زدم بالا به هر جایی از موتور که گمان می کردم خرابی از اونجاست ور می رفتم می استارت می زدم می روشن نمیشه. خدا میخواست یه چیزی بهش بده خدا میخواست یه چیزی بده میگه پیش خودم گفتم بیچاره شدم نه کسی از کمک بخوام ازش نه میتونم کاری بکنم خودم بلدم در هر حال میگه یکی دو ساعتی گذشت داشتم یخ میزدم سرما تا مغز و سخونم نفوذ کرد به خودم گفتم تا زندگی پاشو کاری بکن به شب بخوری اینجا مردی باز رفتم کاپوتو زدم بالا ور میرفتم استارت میزدم میرم روشن نمیشه اومدم تو اتاقه که ماشین نشستم که سرماش دستی کمی از بیرون نداشت فقط برف توش نمی اومد اومدم نشستم یه چند دقیقه که نشستم دیدم خوابم داره میگیره خودم میدونستم این خواب نیست ضعفه دارم از حال میرم و میدونستم اگه از حال برم تموم کارم حرف یک صورت زن و بچم جلو چشمم می اومد و حسم این بود که دیگه نمی بینمشون حسم این بود که دیگه اینجا آخر خطه یه مرتبه حرف یک واعظی به یادم اومد که اگه یه جایی بیچاره شدید بگید یا صاحب از زمان ادرکنی یا صاحب از زمان اقسنی برادر بزرگوار خواهر بزرگوار این دو جمله تو ذهنتون باشه یه جایی به دردتون میخوره یا صاحب از زمان ادرکنی یا صاحب از زمان اقسنی به فریادم برس بی گفتم مولا جان مددی کن کار از دست من در رفته شروع کردم اینا رو تکر. خجالت میشیدم با خدا حرف بزنم چون اولا نمازامو درست نمیخوندم و عادت به یک معصیتی داشتم که حالا من نمیگم او چی بود میگه خجالت میشتم با خدا حرف بزنم اما چون حسم این بود که آخر خطه تو دلم صادقانه با خدا عهد بستم گفتم خدایا به عظمتت قسم میخورم و عهد میبندم اگه از این مخمسه بتونم نجات پیدا کنم یه بار دیگه زن و بچم رو ببینم نمازام اول وقت بخونم اون معصیتی هم که تو زندگی بهش عادت دارم میذارم کنار واقعا با خدا سمیم قلب عهد بستم میگه خدا رو شاهد میگیرم تو اون هوایی که گرگامیش بود و تقریبا به سمت غروب دیدم تو برف داره یه نفر میاد اول گمان کردم که او هم یک راننده است که ماشینش خرابه چون آچار تو دستش بود وقتی اومد نزدیک شد شیشه اتاقه رو یه ذره دادم پایین ببینم چی میگه سلام کرد اول از همه من جوابش دادم گفت چیزی شده مفصل بهش گفتم چی شده گفت چیزی نیست یه دست به ماشینت میزنم گفتم استارت بزن بزن رفت جلو هر چی من دقت کردم به جایی از موتور ور نرفته بود همون دستش خورده بود به ماشین گفت بزن تا استار زدم دیرم روشن شد تو ذهنم اومد که چه فایده ماشین به این خرابی و هوایی به این خرابی دو قدم اون طرف در باز نمرت خراب میشه تا این اومد تو ذهنم گفت خیالت راحت باشه تا خونه میرسونت بهش گفتم که چش بود انصافا هنر به خرج دادی من خودم واردم چش بود ماشین گفت هر چی بود دیگه تمام شد گفتم خیلی خوب بریم کمک بدیم ماشین شما رو را بندازیم گفت ممنونم به کمک شما احتیاج ندارم من تو جیبم پول خیلی زیاد بود گفتم هر چقدر پولش میشه بهت میدم تو جون منو نجات دادی هر چقدر پولش میشه بهت میدم گفت ممنونم به پول شما احتیاج ندارم من بهش گفتم آخه این که نمیشه نه به پول ما احتیاج داری نه به کمک ما احتیاج داری این که نامردی من اینجا راحت کنم برم یه لبخندی زد گفت فرق مرد با نامرد چیه حالا او تو برف وایستاده بود منم تو اتاقه که ماشین آروم آروم حرف میزد بدون عجله بدون عصبانیت گفت فرق مرد با نامرد چیه من بهش گفتم شوفری که مرده وقتی کسی بهش خدمت بکنه تلافی میکنه اما راننده ای که نامرده اگر کسی بهش احسان و خوبی بکنه اصلا انگار نه انگار رها میکنه میره من نمیگم خیلی مردم ولی نامردم نیستم او با همون لبخندش گفت اگه میخوای به ما خدمتی بکنی به همون عهدت عمل کن به همون عهدت عمل کن گفتم کدوم عهد گفت همون عهدی که نمازات تو اول وقت بخونی اون معصیتی هم که تو زندگی بهش عادت داری بزی کنار این منده خدا راننده کامیون میگه من گفتم خدایا این عهدو که من تو دلم بستم به کسی نگفتم فهمیدم همون کسی که صداش بیزدم و ازش کمک بخواستم در خدمت او هستم خواستم خودمو از ماشین بلنزم پایین حلالیت به که آقا من انقدر ادب نکردم که حتی بیام پایین شما تو برف وایستادی، کار منو راه انداختی نه عجله کردی نه عصبانی شدی من این قدم ادب نداشتم شاید به ثانیه نکشید من در رو باز کردم خودم انداختم پایین دیدم نیست شروع کردم دور ماشین چرخیدن دویدن دیدم نیست سوار ماشینی شدم که او راه انداخته بود تو جاده ولی دیگه مگه اشک اجازه میده که من جاده رو ببینم یا صاحب از زمان میگه ما, ما چیکار کردیم که انقدر شما یه دست رو سر ما میکشی ولمون بله نمیکنی ما که اذیتت کردیم اشک تو در آوردیم یه جاهایی ما که این کارا رو کردیم حافظ یه قزل داره خیلی این قزلش قشنگه بلبلی برگ گلی خوشرنگ بر منقار داشت بهش یه چیزی داده بودن بلبلی برگ گلی خوشرنگ بر منقار داشت ونداران شور و نوا خوش ناله های زار داشت اما بازم زار میزد گفتمش در عین وصل تو که وصلی تو که خدمت حضرت رسیدی گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست گفت ما را جلوه معشوق بر این کار داشت یه جلوه کرد و رفت گفت ما را جلوه معشوق بر این کار داشت یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض پادشاهی کامران بود از گدایان آر داشت چشم حافظ زیر بام قصر آن هوری سرشت حافظ راه میده میگه باید بری بیشینی زیر قصرش در خونهشون چشم حافظ زیر بام قصر آن هوری سرشت شیوه جنات و تجری تحت انهار داشت اونجا بیشینی زار بزنی گریه بکنی که دست تو بگیرن این راننده کامیون میگه من با همین حال رفتم بارو خالی کردم رفتم خونه زن و بچه رو جمع کردم گفتم خانم بچه ها زندگی ما از این به بعد یه جور دیگه است نمازا اول وقت با آدمای لاوالی هم رفت آمد نمیکنیم خانم شما هم و قرص محکم نگه دار اگه میتونی با من باشی من از این به بعد اینجوری هم اگه نمیتونی اذیتت نمی کنم. تو رو به خیر و ما رو به سلامت خانم هم گفتش که بابا ما از خدامون اینجوری باشیم تو تا حالا نبودی که ما هم نبودیم من از اون به بعد دیگه زندگیم عوض شد یه روز ظهر بود تو گاراژ وایسره بودم داشتم بار خالی میکردم راننده کامیونای دیگه هم بودن صدای اذان بلند شد بعضی از راننده کامینا گفتم بریم نهار گفتم نه اول نماز شروع کردن خندیدن و دست انداختن و متلک گفتن که او چه مقدس شده شروع کردن تیکه انداختن من نمیخواستم بهشون بگم که من اهدی دارم نمیخواستم اون قضیه رو بگم اما چون دیدم به نماز داره بی احترامی میشه بهشون گفتم که من عهدی دارم با امام زمان و بعد وقتی بهشون گفتم همه اومدن در صورت من بوسیدن حلالیت تلویدن و وایستادن تو اون گاراژ نمازشون اول وقت خوندن برادر بزرگوار خواهر بزرگوار به والله العظیم تمام کسانی که اینجا نشستید کوچک و بزرگ زن و مرد همه تون عهد بستید به والله العظیم اگر عهد نبسته بودید محبت اهل بیتتون نبود شیعه نبودید تردید نداشته باشید تو این منتها فقط چیزی که هست بعضی یا پای عهدشون وای میسن من المؤمنین رجال صدق ما آهد الله علیه وای میسن فمنهم من قضا و تا شهادت بعضی هاشون همه چیشونو میدن و هم من ینتظر بعضی هاشون هم منتظرن کار نسبت به امامان ما از همه تا هفتاد و چند سال هم گفتن معمولا امامان ما تو سنین کم به شهادت میرسیدن تو سنین کم بود دیگه امام جواد علیه السلام امام حادی 28 سالش بود به شهادت رسید 28 سالش دیگه امام صادق علیه السلام دیگه شیخ العیمه به از همه بود این پیرمرد رو گاهی ها پشت از میدوندنش وقتی به سمت دربار میبردنش گاهی موقع خونش رو آتیش پرت می کردن. یه مرتبه وقتی تو خونش آتیش انداختن خونه آتیش گرفت امام صادق به کمک چند تا دیگه از همسایه ها و در همسایه که بود خاموش کردن بعد حضرت نشست یه گوشه گریه کرد به آقا گفتن که آقا تموم شد تموم شد دید. به کسی هم آسیب به همدلله نرسید حضرت اون نه من گریم رو این نیست من گریم برای اینه که الان وقتی آتیش افتاده بود بچه های خودم و خانواده رو دیدم چقدر ترسیدن چقدر گریه کردن با اینکه ما چند تا مرد بودیم که کمک بدیم اما یادم افتاد بچه های جدم حسین هیچ کسی رو نداشتن وقتی خیمه هاشون آتیش گرفت هیچ کسی رو نداشتن دلداریشون بده هیچ کسی رو ند... یاد اونجا افتاد دو تا از ائمه بودن دو تا از اهل بیت بودن از ائمه نه از اهل بیت بودن که پشت مرکب دواندنشون یکی مسنترینشون همین امام صادق عزیز که وقتی اون نانجیب حضرتو حضرت رو پشت اسب میدووند حضرت فرمود نفسش میگرف گاهی مقام مینش از تو کوچه میگفت اجازه بده من یه نفس بگیرم گفت من اجازه ندارم باید ببرمت منصور ایجوری گفت منصور دوانیقی که بیارمت لعنت خدا برش و یکی کوچکترین اهل بیت بود که پشت مرکب دووندنش سه ساله ای بود که پشت مرکب دووندنش اون موقعی که از مرکب خدا کنه راست نباشه این که میخوام بگم خدا کنه دروغ باشه اما تو تاریخ نوشتن که این طفل معصوم که خیلی خسته بود خیلی فشار بهش اومده بود یه مرتبه از مرکب تو چرت زدن پرد شد پایین یه شاعری زبان حال حضرت رقیه رو وقتی به شعر کشیده خیلی سوزناک هست با امام حسین زبان حالش اینه بابا جان آنگه که من از ناقه افتادم و قش کردم بابا تو کجا بودی؟ از ما تو جدا بودی؟ آنگه که مرا دشمن فرمان کنیزی داد بابا تو کجا بودی؟ از ما تو جدا بودی؟ رقیه جان باباتم حق داره بهت بگه دختر جانم آنگه که تو را دشمن فرمان کنیزی داد در تشت طلا بودم مشغول دعا بودم برای شماها دعا میکردم خدای بچه های من حفظ کن خدای بچه های من حفظ کن خدایا تو رو به مظلومیت بچه های سید و, و دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه بفرما سلواتی نایت